آشنایی با تکنیک روشن کردن اجزای صورت با نرم افزار فتوشاپ. این تکنیک رو برای حالتی به کار میبریم که توی عکس برداری نورپردازی باعث بشه که سایه هایی روی اجزای صورت بیفته. با کمک این تکنیک میتونیم این مشکل رو حل کنیم. در این عکس سایه زیر و روی چشم هاست که با کمی روشنتر کردن چشم ها اونو میخوایم از بین ببریم. برای شروع توی قدم اول از بکگراند یک کپی میگیریم. توی کادر لگرها بکگراند رو انتخاب میکنیم و با کلیدهای کنترل و جی یک کپی ازش میگیریم. اینجا لگر جدید رو اضافه کرد. در این تکنیک از بلندینگ مود ها استفاده میکنیم. بلندینگ مود ها یکی از بخش های مهم توی فتوشاپ هستن که استفاده خیلی زیادی هم دارن. هر مود هم یک حالت خاص رو به لایه میده و کارهای زیادی با اونا میتونیم انجام بدیم. توی این تکنیک ما از مود اسکرین استفاده میکنیم. اما مشکلی که داره تمام تصویر روشن میکنه، اما ما میخوایم فقط محدود به چشما بشه. برای این کار از یک لیر ماسک استفاده میکنیم. برای تشکیل لیر ماسک کلید Alt روی صفحه کلید رو نگه میداریم و پایین کادر لیرها اینجا روی Add Layer Mask کلیک میکنیم. یک لیر ماسک برام ایجاد میشه و مشخص میکنه ماسک اینجا سیاهه. در واقع داره تمام افکت ها رو مخفی میکنه. حتی اگه این لایه رو روشن و خاموش کنم، کوچکترین تأثیری روی کارمون نداره. بعد از این کار، کاری که باید انجام بدم اینه که قسمت‌های تیره رو با قلموی روشن نقاشیشون کنم. حرف دی رو میزنم که رنگ‌های بک‌گراند و فورگراند جابجا بشن. یا از این فلز کوچک کنار رنگ‌های فورگراند و بک‌گراند در تولز بار استفاده می‌کنم. از تولز بار ابزار براش رو فعال می‌کنم یا از شورتکات بی استفاده می‌کنم. توی این قسمت سایز قلمم رو تنظیم میکنم و هاردنس یا سختیمم تا حد ممکن کم میکنم. مثلا روی 10% یا کمتر میذارم. انتر میکنم تا کات بسته بشه. اوپاسیتی هم توی این قسمت تغییر میدم و حدودای 70 میذارم. بعد از این تنظیمات میام روی چشمای این تصویر کار میکنم و سایه های تیره رو از بین میبرم. روی چشمام کمی کار میکنم. بالای چشمم همینطور، این چشمم همینطور، بالای اونم همینطور. توی اینجا من حس میکنم که بیش از حد روشن شدم. میخوام این قدرت رو کم کنم. برای این کار باید از اوپاسیتی استفاده کنم تا کمی تیره تر شم. من اینجا اوپاسیتی رو کم میکنم تا کمی تیره تر شم. این کار کاملا چشمیه و بستگی به کار ما داره. برای اینکه نتیجه کارم بهتر مشخص شه، لایه رو خاموش و روشن میکنم تا تغییرات بهتر مشخص بشن. ما حتی با این روش میتونیم قسمت‌های دیگه اجزای صورت رو در صورتی که نیاز به روشن‌تر کردن دارن روشن‌تر کنیم. مثلا من اینجا کمی روی بینی این فردم کار میکنم و روی بینی رو کمی روشن‌تر میکنم. گوشی‌های بینی هم کمی کار میکنم تا کمی روشن‌تر شن. من با این ابزار میتونم حتی لبهای این تصویرم روشن‌تر کنم. دوباره لگر رو روشن خاموش میکنم تا تغییرات جدید بهتر دیده شن. من کمی فقط اون رو روشن‌تر کردم تا ما پورتریت بهتری داشته باشیم. در این تکنیک به سادگی یاد گرفتیم که چطور قسمت‌هایی که سایه تیره افتاده رو کمی روشن‌تر کنیم تا عکس بهتری داشته باشیم.